دادستانی ولایتی سوخت در رابطه با تیراندازی در مرز با قرقیزستان پرونده جنایی باز کرده است. نماینده دادستانی گفت پرونده با اتهام تلاش برای کشتار و عبور غیرقانونی مرزی تاجیکستان باز شد و افزود که مناقشه با ایبی سرحدبانان قرقیز سر زده است. در جای بحثی سرحد بین تاجیکستان و سرحد قرقیزستان که وای جای بحثی است از طرف کمیسه دولتی پورا نشانگذارانی سرحد دمارکاسیا و دمیلیاسیا پورا گذارانده شدگی نیست، در همونجا ساختمون رو سر میکنه. روز 11 انور میان گروه از سرحدبانان قرقیزستان و مرزبانان تاجیک در مسئله ساختمان راه در یک منطقه بحث برانگیز مرزی در اسفران نزاع برخاست که در نتیجه دو افسر مرزبان تاجیک و 5 سرحدبان و یک مامور میلیسه از کشور همسایه مجروح شدند. مقامات تلویزیون دولتی سفینه سکوت این تلویزیون درباره مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را شرح داده و گفتند که به خاطر راه ندادن به خطا از انعکاس این حادثه پرهیز کردند. کریم عزیزوف معاون اولی رئیس تلویزیون سفینه در نشست مطبوعاتی گفت برای آن تیراندازی در مرز را انعکاس نکردند که در پخش اخبار خطای صورت نگیرد و تنها واقعیت انعکاس گردد. تلویزیون های دولتی تاجیکستان را تنقید میکنند که مردم را از چنین حادثه های مهم خبردار نمیکند که بر ضرر جامعه است. بانک آسیای رشد میگوید در بنیاد خط بلندشدت نیروی برق که تاجیکستان را به پاکستان میپیوندد سرمایه گذاری نمیکند. رهبری دفتر بانک آسیای رشد در دوشنبه گفت که برای بنیاد طرح کسه هزار تقریبا 1 میلیارد دلار لازم است و بانک آنها امکان اختصاص این مبلغ را ندارد. Позиция АБ по вопросу Рагуна, она остается неизменной. АБ не будет, именно вопросы Рагунской дамбы, АБ не будет участвовать в вопросе строительства Рагунской дамбы. عین زمان رهبری نمایندگی بانک آسیای رشد گفت که این مؤسسه مالی در بنیاد راه آهنی که ترکمنستان را از طریق افغانستان به تاجیکستان میپیوندد کمک زیاد خواهد کرد. در یک مناقشه میان ساکنان دودهه در ناحیه قانچی در ولایت سوخت 10 نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی سبب جنجال میان ساکنان روستاهای خوجه ها و قلعه دوستی صدای بلند سیگنال ماشین های دامادی بود است که برای آوردن روز به دهه خوجه ها آمدند. بنابر خصومت میان بعضی از ساکنان دودهه آنها روز 15 انور به سوی هم سنگ اندازی کردند. در نتیجه 10 نفر از سر و رویشان زخمی شدند. دفتری شرکت تاجیک سغورته در کلاب میگوید بعد تاجرانی که از آتش سوزی در بازار بزرگ سخاوتی شهر زیان دیدند کمک نخواهد کرد. نمایندگان این شرکت گفتند بعضی از تاجران آسیب دیده برای جبران به آنها مراجعت کردند، ولی چون هیچ یک از آنها مال و مالکیتشان در بازار سخاوت را از فلاکت‌های احتمالی بیمه کردند، شرکت هم برای کمک به آنها کار کردن نمیتواند. در آتش سوزی شب 12 به 13 انور بازار سخاوت با 96 دکان و 400 رسته‌اش سوخت. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در تورنمای رادیو آزادی در صفحه ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و نکلاسنیکی و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.